سازمان ملل متحد برای کشورهایی که به دلیل تغییر و تحولات آب و هوایی در جهان دچار آسیب شده اند بودجه اختصاص داده و به این کشورها کمک های نقدی پرداخت می کند. اما در این میان این نگرانی وجود دارد که این بودجه و کمک های نقدی در کشورهای جنگ زده به درستی توضیح و تقسیم نشود و به محل مورد نظر اختصاص نیابد. از جمله این کشورها سومالی و یمن هستند که مورد تعرض سیلهای ویرانگر و خشکسالی قرار گرفته و صدها نفر در چنین حوادثی در این دو کشور کشته شدند و ده ها هزار نفر هم مجبور به ترک خانه شده و آواره شدند هفته گذشته کنفرانس بین المللی آب و هوا توسط سازمان ملل در مصر برگزار شد و در آن صندوق جدیدی برای کمک به کشورهای فقیر و آسیب دیده از تغییرات آب و هوا تأسیس شد اما این نگرانی وجود دارد که بودجه و کمکهای نقدی این صندوق درست به محل مورد نیاز نرسد در همین راستا نسرین السایم رئیس گروه مشاوران جوان دبیرکل سازمان ملل متحد گفت کشورهایی که در آن جنگ است بودجهای از این صندوق دریافت نخواهند کرد زیرا دولت‌های باثباتی ندارند باید نهادهای قوی در این کشور وجود داشته باشد تا بتوانند از این کمک‌های مالی بهره شوند از سوی دیگر رابرت ماردینی مدیر کل بین‌الملل صلیب سرخ در این باره گفت کشورهای درگیر جنگ به هیچ وجه کمکهای مالی به خاطر تغییرات و آب و هوایی دریافت نخواهند کرد زیرا تصمیم گیرندگان تخصیص این بودجه برای اختصاص آن به شدت نگرانند و چنین کاری را خطرناک میدانند و افزود در میان کشورهای مختلف جهان یمنی ها و سومالیایی ها بدترین وضعیت را دارند زیرا در همین حال درگیر کمبود مواد غذایی هم هستند گفتنی است در سال 2022 در یمن از مجموع 19 میلیون نفر جمعیت یک سوم مردم نتوانستند مواد غذایی مورد نیاز و کافی به دست آورند این عدد سال گذشته 15 میلیون نفر بود